قهرمانی از پایتخت اومدم تهران. آقای محمد رضا قهرمانی، فکر می‌کنم بهتون قهرمان بشه. نمیدونم فامیلیتون تا حالا چقدر شانس داشته براتون. فامیلیم قشنگه. قشنگه، منم همینو میگم. قهرمانی تا حالا شده واقعا احساس کنی از فامیلیتون چیزی بهتون میرسه میتونی قهرمان بشی؟ شما شک نکن، قهرمانی یعنی قهرمانی. بس یعنی تو این دوره هم میتونی قهرمان بشی. خدا وعده به خود، همین همه دوست دارن صدای منو. من و اما قهرمان برنامه امروز ما آقای محمد رضا که خیلی هم تبلیغ صداش رو پیش طلا کرد. به خاطر همینم هم میخوام بریم صداش رو بشنویم تا ببینیم حرفاش صحت داره یا نه. کی الان؟ نه پایین بیا. یه بار دیگه توی میکنه دیگه. آرا هیچ مشکلی نیست. از اینجا شروع کن. اگه اون بری باید بریم. مرزاد سلام. عرض سلام خدمت تمام استادای خوبم، همه تون رو دوست دارم. آقا امید رو خیلی دوستش دارم، آقای زمانی رو دستشو میبوسم، شما رو که کف پاتون رو میبوسم. ماشاءالله همه هنرمند، همه هم اساتید. اسم شما؟ من کوچک شما محمد رضا. محمد رضای گل قربونتون برم. محمد کوچیک، خب چی دوست داریم بخوریم؟ تو کلام و قصه خاتم من دل شکسته بازم رو پناه شونه هاتم. بیا امروز و سفر کن واسه فردایی دوباره، خستگی هامو تو در کن توی دنیایی دوباره. محمد رضا جان، خیلی محمد رضا جان، محمد رضا جان به ما هم نگاه کن. بعضی وقتا عاشق شما هست. I love you too. قربونت برم. باریکالله. به به، چه صدایی. حق داشت، صداش خیلی قشنگ بود و گذشته از اون احساسش خیلی قشنگ بود. من اصلا نمیدونم چی بگم، نمیدونم چطوری خوند، ولی هرچی بود و یه جورایی به دلا چسبید. و من مطمئنم اگر پارسال جنس صداتو دوست دارم رامین زمانی بحث داغ هر خونه بود، امسال قربونت برم محمد رضا رو همه جا خواهید شنید. میگی نه؟ یکی دو هفته صبر کنین حتما میبینی. خیلی خیلی دوست دارم که اینقدر درگیر هستی با ترانه، اینقدر خلوص نیت داری و اینقدر صادقانه میخونی. جنس صداتو خیلی دوست دارم، شخصیت خیلی خوبی داری، خیلی چیزای خوب زیاد داری. مواظب باش که بیننده رو ببینی، مواظب باش که شنوندت هم یه ذره مواظب باشی. شما رو چون داشتم میخوندم شما رو قلبم میدیدم. اوکی، خیلی جالب، من شخصیت رو خیلی دوست دارم. تپش یعنی قلب من داره میوفته. احساس کردم. من شما هنرمندای بزرگی هستید، برای من خیلی قابل احترامید. خب به حرفای من توجه کن. استرسی که الان دارم، من 22 سال دارم خوانندگی میکنم، جلوی هزاران نفر تهران برنامه اجرا میکنم. میکروفون نگهدار بعد از 22 سال. قربونتون برم. اوکی. قربونتون برم. من فکر میکنم اونقدی که رامین زمانی به فکر میکروفون و مشکلات صدا هست، هیچ کدوم از بچه های بخش تکنیک به این موضوع فکر نمیکنن. به خاطر همین هم است که رامین همش مواظبه که صدا خوب بیاد، میکروفون دور باشه، نزدیک باشه، که همتون از اول مسابقه حتما دیدین. رامین جون مرسی که به فکر همه چی هستی، از گیتار کوک کردن گرفته تا مشکلات صدا و میکروفون. شخصیت خیلی جالبی دارید. خیلی خوشم به بقیه. خیلی به تبریک. تو راه رو گفت آقا امید من تو هوام، گفتم بیا رو زمین پیش ما باش. حالا امروز رو زمین دیدیم. چی مسافر آنتالیایی دیگه؟ نمیدونم، خدا باید بدونم. پس چجوری میگه برای ما عالی؟ فکر میکنی استحقاقی نداره که جزو 20 نفر باشی؟ شک نکن شما، هممون به این امید اومدیم. حالا شما جزو 20 نفر هستی؟ من جزو دو تای اول. ایشون جزو دوتای اوله، پس بیشتر از این منتظر نمیذاریم شما رو. یه چند ثانیه دیگه تعامل بکنیم متوجه میشین که ایشون جزو بیستای همون دوتای اول هستن یا نیستن. با ما باشین. محمد جان چرا، حتما میاد، آماده است. بلیزش هم که میبینی از حالا پوشته و با اون اجرای قشنگی که داشت شک نکن که به آنتالیا میاد.